همیانان گرامی، من حسین مهری هستم. کتابی منتشر شد به قلم یک استاد یار تاریخ دانشگاه کلمبیا به نام آندرو اسکات. این کتاب درباره زندگی شاه و به حال رویداد انقلاب بود. در اینجا مطلبی آمده است که وی اخیراً در یک مصاحبه بیان کرد. آقای آندرو اسکات، نویسنده کتاب زوال بهشت، از آقای دکتر عباس میلانی این موضوعی رو که ایشان گفته در مصاحبهش مطرح کنم. جناب دکتر میلانی، این نویسنده آندرو اسکات گفته است که در مصاحبهش با آقای نادر صدیقی مصاحبه کردن، گفته است شاه در یک دوره انتقالی تاریخ گرفتار شد و اضافه میکنه ما میدانیم که برای از میان برداشتن شاه معمر قذافی رهبر وقت لیبی منابع مالی را تأمین میکرد و یاسر عرفات رهبر وقت سازمان آزادی بخش فلسطین آموزش چریک های ایران رو در لبنان بر عهده گرفته بود. ما میدانیم که سلاح های بسیار مدرن تنها میتوانست از زرادخانه های بلوک شرق تأمین شوند. این اطلاعات به گفته این نویسنده اکنون از اسناد محرمانه منتشر شده دولت آمریکا به دست آمده که در دولت جیمی کارتر جزو اسناد طبقه بندی قرار گرفته بودند. و یک سوال این است که اینها به راستی جزو اسناد محرمانه؟ حالا اولا مقدمتا برای اطلاع بینندگان عزیز بگم که من نقدی بر کتاب ایشون نوشتم که در روزنامه وال استریت جورنال چاپ شد و دوستان اگه بخوان این نقد و بیشتر نوشته های چند سال اخیر من در اون سایت فیسبوکی که شما لطف میکنید گاهی آدرسش هم میگذارید، عباس نقطه میلانی به انگلیسی، در اون سایت قابل دسترسی است و میخاطر میخوام بگم که میتونید نقد رو در اونجا بخونید. بسیاری از این حرفایی که هم در کتاب زده شده و هم الان اینجا زده میشه من در این اسناد ندیدم. استنباط من این است که ایشون یه مقداری از این صحبت ها رو با تکیه به حرفای بعضی از کسانی که با ایشون حاضر شدن مصاحبه بکنن به دست آوردن. واضحه که تلاش ایشون حتی از عنوان کتاب برمیاد، در واقع عنوان کتاب اگر بخوایم ترجمه دقیقش بکنیم هبوط از بهشت، fall of heaven، کلمه یعنی خود بهشت که انگار از بین رفته و زوال بهشت ترجمه زوال بهشت و مستتر در اون است که در ایران در اون زمان یک بهشتی بود و من نقدم با این عبارت پایان بردم که بدون شک دوران شاه دوران دستاوردهای بسیار زیادی است، ولی به هر حال واقعیت این است که از دل اون دوران جمهوری اسلامی در اومده و نمیشه این دو رو از هم جدا کرد. باید اگر بخوایم با دقت و با نگاه تحقیقی بهش نگاه بکنیم هر دو جنبه رو بایستی در نظر بگیریم. و آقای اسکات کوپر که مقاله اولی که نوشت، آقای کوپر مقاله به گمان من بسیار خوبی بود، با شما هم در برنامه چند بار باش صحبت در موردش صحبت کردیم، مقاله بود که نشون میداد آمریکا وقتی که نتونست شاه رو متقاعد بکنه که قیمت نفت رو بالا نبره، شاه مصر بود که قیمت نفت رو بالا ببره، آمریکایی رفتن با عربستان سعودی در دوها در جلسه اوپک ساختن قیمت نفت رو تثبیت کردن و اون برای ایران مشکلات زیادی به وجود آورد. این واقعیت داشته های دکتر؟ اون بدون شک در اسناد هست، اون بدون شک در اسناد هست. و اینکه شاه سر قضیه نفت پافشاری میکرد، سر قضیه اتمی هم پافشاری میکرد، دوباره برخلاف تمام این صحبتهایی که در جمهوری اسلامی میشه که آمریکایی‌ها همه چیز به شاه میخواستن بدن، سر قضیه اتمی
به ما که رسید بامبول در میارن، اصلا اینطور نیست. آمریکایی‌ها خیلی با شاه اختلاف داشتن و شاه خیلی مصر بود که تمام امتیازهایی که قراردادهای ام پی دی برای ایران قائله، ایران از اونها برخوردار باشه. یعنی شاه تمام سعیش رو داشت میکرد که غنی‌سازی در سطح وسیع انجام بده، فقط هم در ایران اون کار رو انجام نمیداد، با یه شرکتی در آفریقای جنوبی داشت شریک شده بود، در فرانسه با یه شرکتی شریک شده بود، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها مقابلش وایساده بودن. یعنی وقتی که شاه دید آمریکایی‌ها اجازه نمیدن، شاه رفت از طریق آفریقای جنوبی و از طریق فرانسه و حتی از طریق اسرائیل. یعنی اسنادی الان هست که نشون میده ایران داشت با اسرائیل کارای میکرد و تلاش میکرد اینها رو از آمریکا پنهان نگه داره. اون مقاله اول آقای کوپر به نظر من مقاله خیلی محکمی بود و خیلی بی‌طرفانه بود. این کتاب در واقع تلاشش در این است و حقش هم هست، من نمیگم نباید این کار کرد، ولی حق ما هم هست که بگیم این از اون منظره. تلاش در این است که دوران شاه رو از منظر خاندان سلطنتی، به خصوص از منظر ملکه و نظرات ایشون صورت بندی بکنن، که خب حقشون، قبلا هم کتاب نوشتن، هم خودشون نوشتن، هم شاه اشرف نوشتن، هم خود شاه نوشته، سلطنت طلبای دیگه‌ای در مورد اون دوران نوشتن، اون حقشون. ولی نمیشه گفت که کتاب بی‌طرفانه است. کتابی است که میخواد دور از اون منظر بگه و بعضی از این ادعاهایی که میگه، مثلا در کتاب یه ادعای دیگه کرده که خب من اونو وقتی که میخواستم نقد رو بنویسم برام خیلی جدی بود که بدونم که این درسته یا نه. با آقای ثابتی تماس گرفتم، گفتم آیا این ادعایی که اینجا شده درسته یا نه. ثابتی گفت نه، اونجایی که من میدونم چنین چیزی اصلا نیست و ادعا کذبه. و اون ادعا اینه که در 1972-73 موسی صدر در دیداری با یکی از اطرافیان، با یکی از سیاستمداران ایران، و کتاب از او نقل میکنه، خلاصه ای از کتاب آیت الله خمینی، کتاب جمهوری اسلامی آیت الله ولایت فقیه آیت الله خمینی رو موسی صدر خلاصه کرده، میده به این شخص و به این شخص میگه که اینو ببر بده به اعلی حضرت، بگو که از این 400 هزار تا چاپ بکنید، مردم بفهمن که این چه خطری برای ایران داره. و اون شخص میاد و بر اساس این کتاب، ادعای این کتاب بود، اون شخص میاد و متن رو به شاه میده. شاه میگه که بدید به هویدا که تکثیر بکنه، 500,000 از اینو تکثیر کنن بدن، و هویدا تصمیم میگیری که اون کارو نکنه. یعنی در کتاب در واقع دارن کاسه کوزه این قضیه رو سر هویدا میشکنن. من با آقای ثابتی که صحبت کردم گفتم آیا چنین چیزی ممکنه، گفت به نظر او اصلا ممکن نیست، امکان نداره هویدا چنین دستوری از شاه رو اجرا نکنه، امکان نداره اگه شاه میخواست چنین کاری رو بکنه از طریق هویدا اقدام بکنه. و در اون زمان که این ادعا میکنه و منبعش یک نفره، همون یک نفری است که رفته این رو گرفته، ثابتی میگفت که اون هم به نظر نمیاد ادعای دقیقی باشه. دوباره حق ایشونه که بر اساس اون یک منبع یه چنین روایتی رو بگن، حق ایشونه هست یا حق هر کسی هست که کاسه کوزه رو سر هویدا بشکنه، ولی حق ما هم این هست که بگیم خیلی بعیده با اون چی که ما در مورد تاریخ این دوران میدونیم، اون چی که من در مورد هویدا میدونم، اون چی که دیگران میدونن، که هویدا دستور مستقیم شاه رو سرپیچی ازش بکنه. اونم دستوری به این اهمیت که بگه شما 500 هزار نسخه از این کتاب، از این خلاصه موسی صدر رو چاپ کنید، به علاوه که در اون زمانی که این کتاب میگه، دوباره بر اساس تمام شواهدی که هست، از جمله گفتار صحبت من با آقای ثابتی، در اون زمان دیگه رابطه با موسی صدر قطع شده بود. موسی صدر یه زمانی رابطه خیلی نزدیکی با دربار، با شاه داشت، با سواک داشت، ولی در یه مقطعی روابط تیره میشه. یه روایتی به خاطر حضور یک شخصیت سواکی که در اونجا سفیر میشه و به موسی صدر بدبین، اونا جزئیات چیزی داره. آقای قدر دقیقا. خلاصه
میدونید این حرفایی هم که الان شما خوندید من ندیدم. البته الان گزارش های خیلی خیلی زیادی از سیا، از سفارت آمریکا، از مذاکراتی که آمریکایی‌ها با آیت الله خمینی و با طرفدارانشون با بهشتی در ایران داشتند، با دیگران در فرانسه داشتند، مذاکراتی که وسیعا نشون میده که هم روحانیت با آمریکا مذاکره میکرد قبل از انقلاب به دستور مستقیم آیت الله خمینی، و هم آمریکا در یک مقطعی تصمیم گرفت که شاه دیگه نمیتونه بمونه و راه حل در واقع تفویض قدرت به آیت الله خمینی است و ارتش رو متقاعد کرد که به اینجا. اینها به نظر من به طور وسیع الان در اسناد هست، و ولی آقای کوپر اینها رو به یک جایی میبره که به نظر من یک کمی من حداقل در اسناد ندیدم. آقای آندرو اسکات کوپر. بله آقای دکتر، بفرمایید که این درسته که خمینی چند تا چک 150,000 دلاری به عنوان کمک از کارتر گرفته؟ من هرگز نیدم. توی اسناد نیمده؟ من نیدم. و منطقه یه چیز هم هست که به هر حال آدم هم ندیده میتونه یه کسی در موردش بزنه دیگه. برای من بسیار سخت قابل پذیرشه که در اون مقطع کسی به تیزهوشی آیت الله خمینی چک از کارتر بگیره و اصلا نیازی داشته باشه که 150,000 دلار از کارتر پول بگیره. ما افرادی میشناسیم از بزرگان صنعت در اون زمان که رفتن در پاریس میلیون ها دلار به آیت الله خمینی کمک کردن. ما اسنادی داریم از خود جمهوری اسلامی که بعض حتی قبل از اون، من خاطرات تکایی از خاطرات آقای رفسنجانی رو میخوندم که یکی از ثروتمندای اون زمان بازار تمام پولشو در واقع بخش عمده پولشو میذاره در یه صندوقی و در واقع وقف میکنه برای آیت الله استفاده سیاسی از هر اونچه که آیت الله خمینی تصمیم میگیرن، و ایشون هم اون رو واگذار میکنه به یه هیئتی از جمله خود رفسنجانی که میگه ما رفتیم تشکیلات دادیم، کمک کردیم، تشکیلات دانشجویی رو دادیم. اینا نیازی نداشتن به این که 150,000 دلار از کارتر بگیرن. یعنی این نوع نگاه توطئه آمیز به گمان من یه واقعیت مهمتری رو فراموش میکنه، و اونی که روحانیت یه دسترسی وسیعی به پول داشت. من یادم میاد برای کتاب هویدا با آقای عصار مصاحبه کردم که سالها رئیس اوقاف بود. گفتم ما این که میگن آخونده از اوقاف پول میگرفتن و شما پولش رو قطع کردید و همین خاطر انقلاب شد، یکی از تئوری ها همینه دیگه، این درسته؟ خب ما به یه تعدادی از آخونده میدیدیم ولی طرفدارای آیت الله خمینی هرگز از ما پول نمی گرفتن. آخوندهایی که از ما پول می گرفتن آخوندهای کاملا متفاوت بودن و ما اینو می دونستیم. یعنی این ادعا رو آقای آموزگار در یک نامه در راه آورد کرد که واقعا برای من شگفت انگیز بود. وقتی که یه دی گفتن شما مسئول انقلاب هستید برای اینکه پول اینا رو قطع کردید، پول آخونده رو قطع کردید، اون در جواب نوشت که نخیر، من پول قطع نکردم، کارتل قطع کرد. اصلا برای من واقعا غیر قابل تصوره که یک کسی مثل ایشون، چون اینو من قبلا هم وقتی که ایشون هم زنده بودن گفتم، حالا که فوت کردن پشتشو نمیگم، برای اون زمان هم گفتم در همون گفتگو با یکی از گفتگوها با شما گفتم برای من خیلی غریبه که کسی مثل ایشون تحصیل کرده فکر کنه که کارتر مستقیم به آیت الله خمینی ماهانه چک میده و بعد در یه مقطعی چک رو قطع کرده و چون قطع کرده در ایران انقلاب شده. یعنی آقای دکتر میرانی، پس یک کسی که به گفته شما چنین تیزهوشه چگونه به حال به خواستهای کارتر و ادمنستریشن او تسلیم شده و نامه نوشته، نمیدونم از چیز خواستهای خود چه بیان کرده؟ برای اینکه میخواسته سر کارتر کلا بذاره، برای اینکه میخواست از کارتر استفاده بکنه و کرد،
و کارتر رو متقاعد کرد که حکومتی که میخواد ایجاد بکنه حکومت دموکراتیکه. به کارتر القا کرد در مصاحبه، الان اسناد در اومده، تمام این مصاحبه هایی که آقای یزدی میکنه، دیدارهایی که در تهران میکنن، همه اونجا حرفی که آیت الله خمینی به این آمریکایی میزنه، میگه پرسشنامه پر میکنه براشون. حرفی که میزنه اینه که ما شاه رو میندازیم، یه حکومت شبیه جبهه ملی میاد سر کار، و حکومت جبهه ملی هم آورد سر کار دیگه. برای چی بازرگان رو آورد؟ برای اینکه بخشی از این تفاهم بود. برای چی آقای یزدی که الان تصویرش رو نشون میدید آورد؟ میدونید به خاطر اینکه بخشی از این تفاهم اولیه این بود که دولت دموکراتیک سر کار بیاد و آخونده میرن کنار. وقتی که آمدن سر کار خلف وعده کردن، هم با ملت ایران به گمان من، چون وعدهشون به ملت ایران هم همین بود، هم خلاف آنچه که با آمریکایی‌ها مذاکره کرده بودن انجام دادن. از جبهه ملی، از نهضت آزادی، از مهندس بازرگان، از امثال یزدی استفاده کردن برای اینکه قدرت آخونده رو در ایران تحکیم میکنن. این تیزهوشی به معنای رفتار اخلاقی نیست. آیت الله خمینی از چپ هم همینجور استفاده کرد، از حزب توده هم همینجور استفاده کرد، از جبهه ملی هم همینجور استفاده کرد، از آیت الله شریعت مداری هم همینجوری استفاده کرد. شما نگاه بکنید تعداد کسانی که آیت الله خمینی ازشون استفاده کرد برای اینکه قدرت رو تثبیت بکنه، بعد همشون رو، همه اینایی که گفتم بدون استثنا، زیر چرخ دستگاه قدرت ایشون یا به زندان افتادن یا له شدن یا از کار برکنار شدن یا به تبعید رفتن، یا کسی مثل قطب‌زاده اعدام شد، مثل بنی صدر هنوز در تبعید. از همه اینا استفاده کرد وقتی که احتیاج داشت که یه چهره لیبرالی از خودش نشون بده. قطب‌زاده و یزدی و بنی صدر رو به عنوان شبه سخنگوی های خودش ازشون استفاده میکرد، به محض اینکه دیگه بهشون نیاز نداشت، یا کشتشون یا تبعیدشون کرد یا معزولشون کرد، یا معزول و محبوسشون کرد مثل آقای یزدی، یا معزولش رو تبعیدشون کرد مثل آقای بنی صدر، یا معزول و مقتولشون کرد مثل قطب‌زاده. آقای دکتر میلانی، آیا اثر دیگری به تازگی در فیسبوکتون آمده از کار خودتون؟ بله، چندین بیدونی من در اون فیسبوک همه یه چیزهای جدیدی که یا می نویسم یا مثلا مصاحبه هایی که باشه میذارم اونجا. دوستان اگه برن همه اونها در اونجا هست، و یه لینک هم همین دو هفته پیش از سایت تلویزیون شما گذاشتم که کسانی که در اون فیسبوک برن میتونن به مصاحبه هایی که شما هم لطف کردید انجام دادید همه بهش دسترسی پیدا کنن. الان اونجا شاید 200 تا 150 تا مقاله و مصاحبه هست اونجا، و بعضی از اینا رو البته دوباره چون میدونم لطف میکنید هم آدرس فیسبوک رو گذاشتید و هم آدرس توییتر، در توییتر هم بعضی هاشون رو لینکاشون رو میذارم، و در توییتر چیزای خلاصه تر هم به طور مثلا روزی یه بار دو بار حداقل مطالب اجمالی در حدی که در توییتر میشه نوشت مربوط به ایران هم البته اونجا اضافه میکنم.